سلام كمسك الختام. پدر جو نماز های عید قدم خوردم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. فرزندم، مسلمانان در یک سال دو عید دینی دارند، عید رمضان و عید قربان. در روزهای این دو عید مسلمانان چون نشانه شکر و سپاس به الله تعالی دو رکعت نماز عید را می گذارند. پدر جان، خواندن نماز عید برای کی واجب است؟ فرزندم، خواندن نماز عید برای آن کسانی که نماز جمعه فرض می باشد، نمازهای عید برایشان واجب است. پدر جان، نمازهای عید را کی و چی طور می گذارم؟ فرزندم، بعد از برآمدن آفتاب به مقدار یک نیزه تقریبا 45-50 دقیقه پس از برآمدن آفتاب نمازهای عید خوانده می شوند. نمازهای عید از دو رکعت عبارت بوده با امام گذاشته می شوند. پدر جان، خطبه نماز عید را کی می خوانند؟ فرزندم، خطبه نماز عید را بعد از نماز می خوانند. خواندن خطبه در روزهای عید سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد. در این خطبه امام درباره معنا و ماهیت عید صحبت نموده، به مناسبت روز عید جماعت را تبریک گفته، عید آن عملهایی که باید مسلمانان در روزهای عید انجام بدهند تعلیم و دستور می دهد. در روز عید مسلمانان هم دیگر را مبارک باد نموده، آن شخصانی که بین خود کینه و عداوت دارند کشته می شوند. پدر جان، تکبیر تشریق چون معنا دارد؟ فرزندم، کلمه های تکبیر تشریق چنین می باشند: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. یعنی الله بزرگ است، الله بزرگ است، نیست خدای بغیر از الله، الله بزرگ است، الله بزرگ است و حمد و ثنا مخصوص الله است. پدر جان، تکبیر تشریق چیست و کی خوانده شود؟ فرزندم، تکبیرهایی که در روزهای عید قربان بعد انجام نماز فرض گفته می شوند تکبیر تشریق نامیده می شوند. این تکبیر را از روز عرفه، یعنی یک روز پیش از عید قربان، از نماز بامداد سر کرده تا روز چهارم عید تا نماز عصر بعد هر نماز فرض گفته می شود. خواندن این تکبیرها برای جماعت و برای هر فرد در علاهیدگی واجب به حساب می رود. مردان این تکبیرها را با آوازی بلند و زنان باشند پیش خود با آوازی پست می خوانند. عدد این تکبیرها در مجموع به 23 می رسد. در روز عرفه 5 مراتبه، در روزهای یکم، دویم و سیوم عید 5 مراتبگی و در روز چهارم عید 3 مراتبه تا نماز عصر آن روز. فهمو پدر جان، رحمت. این بود پایان درس امروزه. نوا را به یار و دوستانتان بفرستید تا کمی باشد از دین خود آگاه شوند و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیش گرفتند.